خب این اتاق خوابیه که پدر و مادر توش میخوابن. هدر کرک داویدوف، مادر روحانی و جمع کوچکی از اعضای کلیسای مریلند، از سپتامبر سال گذشته سرگرم آماده کردن مقدمات پذیرایی از یک خانواده مهاجر افغان بودند. این خانواده یک پسر 14 ماهه دارن که در خلال پناهندگی پدر و مادر به دنیا آمده. اخیراً به اعضای کلیسا خبر داده بودند که باید از یک خانواده افغان شامل 4 فرزند که از کشور خود گریختند پذیرایی کنند. به همین دلیل کلیسا این خانه را برای پناهندگان اجاره کرده است، چون تصور میکرد که این خانواده قبل از اقدام رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از ورود پناهندگان به خاک آمریکا وارد خواهد شد. همه چیز حاضره، قاشق و چنگال و بشقاب و لیوان. اما روز 27 ژانویه رئیس جمهوری آمریکا دستوری مبنی بر ممنوعیت ورود پناهجویان به آمریکا به مدت 120 روز صادر کرد و این در حالی بود که خانواده مهاجر افغان قرار بود روز 8 فوریه به آمریکا وارد شود. Held hands and prayed and cried and ما همه جمع شدیم، دستای همدیگر رو گرفتیم و به خاطر لطمه‌ای که با اجرای این دستور به ما وارد اومده بود دعا کردیم و اشک ریختیم. Real for us on Friday when that executive order was issued. پرزیدنت ترامپ میگوید اقدام او در جهت حفظ امنیت در ایالات متحده آمریکاست. ما تدابیری برای آگاهی از پیشینه متقاضیان مهاجرت اتخاذ کرده ایم تا از ورود تروریست‌های رادیکال اسلامگرا به خاک آمریکا جلوگیری کنیم. ما نمی‌خواهیم آنها به این کشور وارد شوند. ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که تهدیدهایی را که سربازان ما در خارج از کشور با آن می‌جنگند به کشور راه ندهیم. خبر ممنوعیت ورود مهاجران برای کلیسای مریلند ویرانگر و خردکننده بود. دان لینک یکی دیگر از اعضای کلیسای مریلند است که برای نخستین بار پیشنهاد قبول پناهندگان را به کلیسا داد. I was heartbroken. Our pastor said. دل شکسته شدم. همونطور که مادر روحانی گفت، این خانواده افغان جزی از خانواده ما شده است. It's just like our family that was coming to live with us. ربکا دیتز مسئول خوشامدگویی به مهاجران در کلیسا است. Sick. Devastated. حالم به هم خورد. خونه خراب شدیم. اصلا نمیتونیم تصورشو بکنیم که این خانواده که خیلی به اومدنشون به آمریکا نزدیک شده بود چه احساس و وضعی داره. با این حال کلیسا هنوز امید دارد که روزی به این خانواده اجازه ورود به آمریکا داده شود. در غیر این صورت کلیسا عهد کرده است که یک خانواده پناهجوی دیگر را بپذیرد.